هر چیز حسین کعبی حاشیه بود. اول راجع به ابروات خیلی حاشیه گفتن ابرو برمی‌داره. بله. بعد میگفتن قلیون میکشه. بله. بعد هر دفعه مثلا روزنامه رو میدیدی رو روزنامه تیتر میزدن حسین کبیر رو در مهمانی گرفتن. بله. از این چیزا، یعنی هر روز داره تو مهمونی میگه اینقدر حاشیه درست میکردن برات. خدا رو شکر. بخوای تک تک بگیم. یه خورده اول راجع به ابرو شما سوال کنید ما تک تک جواب میدیم. ابرو اون موقع جوان بودم. یه واقعیته. الان همین الان سنم اینطور رسید. همین الان هر چی به من میگن انجام نمیدم. موقع جوان بودم. هزار بار تکرار میکنم. پایین شهری هم از دهات اومدم. نه یه واقعیت علی آقا، یه واقعیته، آقا یه واقعیته. بلند شدم از زهواز. خیلی از عزیزان از پایین شهر بلند شدن برای این مملکت. خب میگم بابت افتخار واسه من که اهوازی ام، عرب نشینم. خب هیچ وقت زبون مادری رو فراموش نکردم. اومدم اینجا به خاطر جوونی، به خاطر بازی پخش موسیقی یه کارایی کردم نباید میکردم. الان من ناراحتم چون بچه‌م الان پشت صحنه است. دوست ندارم اینو بشنوه، واقعا دوست ندارم، خدا سر شاهده، اصلا دوست ندارم در مورد این موضوع. چرا؟ خب اساسا حرف نمیزنم. آره چرا میگم آقا؟ چون بچه میخواد فوتبالیست بشه این چیزا رو اینا من دوست ندارم. جوونی بود و آدم جوون الان همه کار میکنه، یه واقعیته، نمیشه جلوشو گرفت. جوونه، دوست داره آقا مثل ببخش رونالدو بشه، مثل مسی بشه، نمیدونم کارهای دیگه، من نمیتونی جلوشو بگیری، یه واقعیت. من از مردم از اینجا از مردم معذرت خواهی میکنم، با خاطر این اتفاق دستشون هم میبوسم، چون واقعا این بچگی من بود. تاج سری، چقدر آدم کیف میکنه با حرف میزنه. ما کوچیک شما هست. تاج سر. خب قلیون چی گفتن؟ قلیون میکشی یا ورزشکارا؟ معلو تو اگه دوست داری راجع به این موضوع صحبت کنی. شما از تو فوتبال لیستا با مربیا 25 سال تو فوتبال هم دیگه. اگر یه نفر نمیگم دو نفر، یه نفر اوردید گفتید حسین کعبی قلیون میکشه، این برنامه زنده است، همه دارن میبینن. حسین کعبی قلیون سیگار، اون موضوع که اسمش نمیاریم. اگر من دود خورد به دماغم، من همین الان تسلیمم پیش شما، هیچ چی نمیگم. من تو خونه هم نه، نمیدونم کجا رفته بودیم، تقریبا ده سال پیش یه نفر یه قلیون درست کرده بود، من نشسته بودم، خدا سر شاهد علی آقا، به اون خدا که بالا سرم داره شهادت میده، من یه کامی کشیدم سرگیجه افتادم، دو تا خرما به من دادم. شما یه نفر اگر وردی تو این فوتبال، آدم غریبه، فوتبال نه، الان خب پشت خط بیاد الان زنگ بزنه، من قلیون کشیده باشم، سیگار کشیده باشم، یه کار دیگه هم کرده باشم، برنامه زنده حاضر، مردم همه شهادت میدن دیگه. من به خاطر پاکی که فوتبال بازی کردم، من ببخشید هزار تا ایراد دارم، هر کی میگه ایراد ندارم دروغ میگه. تو این مملکت هر کی میگی، از اون تلیاردرش بگی تا اون بدبختش، همه ایراد دارم. فقط من اصلا، من یه نفر تو خانواده ما دود میکشه، سیگاری داش بزرگم 60 سالشه، به خاطر کی؟ به خاطر استقلال، عاشق استقلاله، میمیره سر استقلال. آقا طرف به خاطر همین من میگم. خب این آقا یک سال با من حرف نزد، یک سال خونه رفتی پرسپولیس؟ آره دیگه، خونش هم رام نداد. تو خانواده من همه فوتبالی هم. همه. توضیح بدم این جمله رو، کسی به خاطر هیچ تیمی سیگار نمیکشه. توضیح بدم، یه بار طرفدارای استقلال ناراحت نشن، ران ربطی باخه به استقلال نداره. نه، هر وقت استقلال میبازه، هر وقت میبازه سیگارو گرفت دستش، هر وقت میبازه. آره حالا بعد ناراحت میشه. بعد یک سالی که هر کس برای ناراحتیش کاری میکنه. این الان خودشم فکر کنم علاقه زیاد دارن به استقلال. اینقدر علاقه دارن که به خاطر استقلال داداشش رو خونه راه نداده. دیگه ببین چه شرایطیه.